دوستان عزیز سلام عرض شد. بحثی که میخوایم الان با هم دیگه بریم سراغش بحث ترموشیمیه فصل 2/11 شماست. حواستون خوب جمع باشه، فصل 2/11 ترموشیمی و سینتیک دوتا مبحث مهم میشه. بماند که لابلا اینا گروه های عاملی هم برای شما آوردن. بریم سراغ بحث ترموشیمی. چند تا تعریف مهم داریم، دقت داشته باشید اینجا لطفا. ما میگیم دما میشه میانگین انرژی جنبشی یا میانگین تندی. دما انرژی گرمایی به مجموع انرژی جنبشی ذرات میگن. حواستو جمع کن. پس یعنی وقتی انرژی گرمایی رو به مجموع انرژی جنبشی ذرات میگن، یعنی هم به ام بستگی داره هم به سرعتش، یعنی هم به جنبش ذرات هم به مقدارش بستگی داره. این دوتا لفظ رو معمولا برای یک نمونه ماده صحبت میکنن راجعش. گرما یا تغییر دما چیه؟ بخشی از انرژی جنبشی که از جسم گرمتر به جسم سردتر میره. حواستو جمع کن که گرما و تغییر دما برای یک فرایند شیمیایی عنوان میشود. فرایند، نه یک نمونه ماده. هرچه دمای جسم بالاتر باشه، میانگین سرعت یا همون تندی و میانگین انرژی جنبشی ذره سازنده آن هم بیشتر خواهد شد. حواسمون جمع باشه که رابطه کلوین با درجه سلسیوس هم به این صورتی که الان دارید میبینید، تتا به علاوه 273 میشه دماتون بر حسب کلوین. خب بریم سراغ این نکته که دلتا تتا با دلتا کلوین برابره. خب طبیعی که برابره. شما اگر که بخوای بگی تغییرات دما فرقی نداره که کلوین باشه یا درجه سلسیوس باشه، داری میگی دلتا تتا. پس حواست جمع باشه، یک کالری معادل 4.18 ژول هستش. اگر خواستی رابطه رو از مثلا ژول به کالری تبدیلش بکنی. یه لفظ مهم، ظرفیت گرمایی بچه ها چیه که با سی بزرگ نشون میدن؟ گرمای لازم برای افزایش دمای یک جسم، نمیگه چه مقدار جسم، یک جسم ممکنه هر چند گرمی باشه، به اندازه یک درجه سلسیوس. اما توی ظرفیت گرمایی ویژه میگیم چی؟ میگیم مقدار گرمایی که به یک گرم از یک ماده بدیم. با منی؟ یک گرم از یک ماده بدیم تا دماش یک درجه افزایش پیدا کنه. پس یک گرم به اندازه یک درجه سلسیوس. پس حواسم رو جمع میکنم که ظرفیت گرمایی ویژه به مقدار ماده بستگی ندارد. مثلا میگی ظرفیت گرمایی آب، خب فرق برای تو فرق میکنه؟ یه استخر آب، یه لیوان آب، نه. کیو مساوی ام سی دلتا تتا. ام که میشه مقدار گرم، سی میشه ظرفیت گرمایی ویژه و دلتا تتا میشه تغییرات دمایش. خود سی که ظرفیت گرمایی میشه ام ضرب در سی، یعنی جرم ضرب در ظرفیت گرمایی ویژه. خب حواستون باشه بچه ها، چند تا نکته خوشگل اینجا آوردیم. با توجه جدول صفحه 58 کتاب درسیتون، ظرفیت گرمایی ویژه آب از فلزات بیشتره به دلیل اینکه آب و اتانول پیوند هیدروژنی دارن. پس یعنی ظرفیت گرماییشون بیشتره، یعنی مقدار گرمایی بیشتری لازم داره که به آب و اتانول بدی که دماش یک درجه سلسیوس زیادتر بشه. چرا؟ چون پیوندش هیدروژنیه. پیوند هیدروژنی از نوع پیوندهای قویه. طلا ظرفیت گرمایی ویژه پایین ترین رو در جدول دارد. حالا درستی و نادرستی عبارت رو با هم دیگه چک کنیم. میگه هرچه دما بالاتر، اینا رو شما باید بگید، هرچه دما بالاتر باشد مجموع انرژی جنبشی ذرات تشکیل دهنده آن بیشتر است. درسته یا غلطه؟ خب طبیعتاً درسته. میگیم دما بالاتر مجموع انرژی ذرات هم بیشتر. صحیح. میانگین انرژی جنبشی ذره سازنده یک نمونه ماده هم عرض با انرژی گرمایی است. شما بهم بگید غلطش چیه. بودو 10 ثانیه. میانگین انرژی جنبشی ذره سازنده یک نمونه هم عرض با انرژی گرمایی. چرت و پرت داره میگه. میانگین انرژی جنبشی نیستش که، مجموع انرژی جنبشیه. میانگین چرت و پرته. پرو بخون. در دمای یکسان پرو بخون. در دمای یکسان انرژی گرمایی گازهای نجیب با هم برابر است. نه خیر، غلطه.
تعداد مول ها رو که نگفته. من بهت گفته چند تا مول. غلطه. غلطه. غلط بود. بعدی. ت. وقت میدم بهتون حل کنید. بودو ت دما از ویژگی یک نمونه ماده به شمار نمی آید. نخه غلط داره میگه، به شمار می آید. چی نمی آید؟ گفتیم دیگه تو هم اسلاید قبلی گفتیم غلط. اشاره به گرمای یک نمونه ماده از نظر علمی نادرسته. بله بله نادرسته از نظر علمی، چون گرمای یک نمونه ماده غلطه، گرما برای یک فرایند گفته میشه. ظرفیت گرمای یک ماده به حالت فیزیکی آن بستگی دارد. ظرفیت گرمایش به حالت فیزیکیش بستگی نداره که. نه خیر، به مقدار گرمش و ظرفیت گرمای به ظرفیت گرمای ویژه و مقدارش بستگی داره. اگر تکه اینا به 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 اگر تکه نان و تکه سیب زمینی با دمای 60 درجه رو در محیطی با دمای 25 درجه قرار دهیم، سیب زمینی زودتر سرد می‌شود. بچه‌ها یه لحظه به من گوش بدید. اونی که ظرفیت گرمایش بیشتره دیرتر گرم میشه، دیرتر هم سرد میشه. ظرفیت گرمایش بیشتره نان و تکه سیب زمینی، تو سیب زمینی آب وجود داره، ظرفیت گرمایش بیشتره، دیرتر گرم میشه، دیرتر سرد میشه. گفته سیب زمینی زودتر سرد میشه. نه خیر، غلط. اگر مقداری تخم مرغ را در دو ظرف دارای 200 گرم آب و 200 گرم روغن زیتون بذاریم با دمای 25 درجه، هر دو ظرف رو تا دمای 75 ببریم، تخم مرغ در روغن زیتون بهتر میپزد. نه خیر، غلطه بچه‌ها. تو کتاب درسیتون هم هست، چون ظرفیت گرمای ویژه آب بالاتره، مقدار گرمایی که داری به آب میدی گرمای بیشتری میدی، مقدار انرژی بیشتری میدی، پس توی آب بهتر میپزه. حواستون جمع باشه. خب انرژی گرمایی کمیتی است که فقط به دمای ماده بستگی دارد. نه خیر، به مقدارش هم بستگی داره. غلط. میگه اندازه تغییر دما از 25 درجه تا 29 درجه یعنی 4 درجه تغییر. اندازه تغییر آن از 300 تا 200 اینم 4 کلوین تغییر. بله برابر. دلتا تتا و دلتا کا برابر. ترتیب میزان جنبش‌های نامنظم ضرب به صورت جامد بیشتر از مایع است. غلط داره میگه با جون. غلط 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 غلط. گاز بیشتره جنبش ذراتش، نامنظمش. خب مثال 3 رو حل کنیم با هم. میگه 40 گرم سدیم کلرید با ظرفیت گرمایی ویژه 85 صدم به مقدار 17 صدم کیلو ژول گرما میدیم تا دمای 20 درجه برسه. دمای اولیه چقدره؟ Q مساوی M C دلتا تتا. Q وقتی 17 صدم ضرب در 1000 بکنی میشه 170 برابر با Mش 40 گرمه ضرب در 85 صدوم سیشه، 85 صدوم ضرب در دلتا تتاش. از اینجا دلتا تتاش هم میشه بچه ها. دلتا تتا، دلتا تتاش میشه 5. 5 دمای اولیه چقدر بوده که الان دلتا تتاش 5 تا 20 درجه اومده بالا؟ 15 بوده دیگه. میشه گزینه 3. میگه اگر 100 گرم از یه قطعه فلز خالص برای رسیدن از دمای 65 به دمای 15 مقدار 1.75 کیلوژول گرما، کیلوژول گرما ضرب در 1000 بکن میشه 11.75. از این رابطه دارم باز میرم MC دلتا تتا. 1175 ژول گرما دادیم. جنس این قطعه فلز کدومه؟ خب M چقدره؟ 100 گرمه. از دمای چقدر به دمای چقدر؟ 65 به 15 یعنی دلتا تتاش هم 50 ضرب در 30. از اینجا 30 چند میشه؟
حساب بکنیم میشه 235000. 235000 مال کدومه؟ گفته آلومینیوم 902000، نیکل 340000، آجی آجی باری کلا نقره 235000. خب حالا بریم سراغ این تیپ از سوالات. میگیم جاری شدن انرژی. بچه ها گاهی انرژی ها جذب میشود، گاهی انرژی ها آزاد میشود. گاهی انرژی جذب میشه که گرماگیره، مثلا آب 10 درجه شده آب 20 درجه. این یه مقدار آب، اینو گرفتی، این یه مقداری آب. اگر اینو بهش گرما بدم 10 درجه بوده شده 20 درجه، گرما گرفته، پس گرماگیره. حواسمون جمع باشه که کیوش مثبته، کیو مثبته. اینجا رو دقت کن، پس یعنی یه نکته اصلی هم که اینجا باید حواستون جمع باشه چیه؟ اینکه سطح انرژی با پایداری رابطه عکس دارد. خب گرفتی چی شد؟ الان اگر ازت بپرسن کدوم پایدارتره، میگه این سطح انرژیش بیشتره، پایداریش کمتره. این سطح انرژیش کمتره، پایداریش بیشتره. گاهی انرژی آزاد میشه، بله. یعنی مثلا آب 40 درجه بوده، مثلا این آب 40 درجه رو گذاشتی تو محیط، محیط سرده، دما از دست داده. خب 40 درجه شده 10 درجه، گرما رو از دست داده. کیوش منفی گرماده، واکنش دهنده فرآورده هم که داریم میبینیم، سطح انرژی فرآورده واکنش دهنده بیشتره، پس پایداریشون کمتره. سطح انرژی فرآورده کمتره، پس پایداریشون بیشتره. خب آنتالپی چیه؟ به مجموع انرژی پتانسیل و انرژی جنبشی آنتالپی میگم. به عبارت دیگر گرمای واکنش در فشار ثابته. خوب اینجا رو دقت کنید که ما به انرژی پتانسیل چی میگیم؟ به انرژی پتانسیل انرژی شیمیایی هم میگیم. به انرژی جنبشی انرژی گرمایی هم میگیم. بیا بالا. اینا مطالب خوندنیه، لطفاً حواستو جمع کن. طبق کتاب درسی انحلال اغلب نمک‌ها در آب گرماگیره، برخیشون هم گرماده. بسته سرمازا همون آمونیوم نیترات NH4NO3 که وقتی بهش گرما میدیم، یعنی گرما میگیره، تبدیل میشه به یونهای سازندش، یعنی آمونیوم NH4 یه بار مثبت و نیترات NO3 یه بار منفی. حواسمون جمع باشه که اینجا گرماگیره، چون گرما رو از محیط میگیره، بسته سرمازا بهش میگن، یعنی سرما تولید میکنه. و کلسیوم کلرید CaCl2 وقتی توی آب می‌ریزیم به شما کلسیوم دوباره مثبت میده و دو تا کلرید یه بار منفی میده که الان اینجا دارید می‌بینید، گرما آزاد کرده، پس بسته گرمازا بهش میگن. انحلال گازها اتانول، کلسیوم کلرید و لیتیوم سولفات در آب گرماده هستش. لطفا اینا رو بنویسید. دلتا اچ تابع دما و فشار و حالت فیزیکی واکنش دهنده و فرآورده هم هست. خوب حواستو بده، من این دوتا رو همین الان بنویس، یه نکته بهت بگم، حال کنیم. بدو آقای عزیز، خانم عزیز، بدو لطفا، خیلی داری طول میدی، بدو لف نده، بدو. خب حواستو بده من لطفا، خوب گوش بده. ببین وقتی الان اینجا داری نگاه میکنی، میبینی که این گازی شکله، گازی شکله، اینم گازی شکله، گاز. خب این گازی شکله، این لیکویده. خوب حواستو بده به من، اینجا باش، اینجا مغزتو باز کن. اینجا گازی شکل سطح انرژیه، اینجا مایه است، اینجا جامده. واکنش دهنده که یکی بوده، از گازی شکل داره میرسه به این گازی شکله، به گازی شکل. از گاز یه جا داره میرسه به چی؟ داره میرسه به لیکوید. این گازی شکل بود، این لیکوید بود.
فاصلش بیشتره. پس اگر بخوای حساب بکنی این گرما دهتره، گازی شکل مایع است جامد. گازی شکل برای هر دوتا واکنشنده یکسان بود. گازی شکل تا گازی شکل انقدره فاصلش، گازی شکل تا مایع انقدره فاصلش بیشتره. یه بار دیگه، این گازی شکل برای واکنشنده، این گازی شکل، گازی شکل مایع جامد، گازی شکل تا گازی شکل انقدر، گازی شکل تا مایع پایین تر، پس مقدارش منفی تر میشه. مثال 7، با توجه به واکنش فلان، گرمای واکنش فلان کدام است؟ خب گاز، گاز اینم که یکیه، این گازی شکله، اینم لیکویده. 48 بوده، اما گازی شکل تا گازی شکل 48 بوده، از گازی شکل تا مایع عدد بزرگتریه، پس عددت منفی تره. منفیه عددش، بچه ها عدد درستش رو من اینجا بهتون بگم، عدد درستش 484ه، این 484ه، از این باید چی بشه؟ منفی تر بشه. کدوم منفی تره؟ گزینه 1. خب یه سری از مباحثی رو داریم که ترمو رو با استوکیومتری ترکیب میکنه. ترکیب استوکیومتری با ترمودینامیک به شدت سوال راحتیه که توی کنکور سراسری همواره دیدیمش. همون کسرای پیش ساختهی که توی استوکیومتری خوندیم، یک کیوب روی قدر مطلق دلتا اچ هم اضافه کن بهش. همین کیوب میشه گرمای آزاد شده یا جذب شده، دلتا اچ هم که همون آنتالپیشه، آنتالپی هم برای یک مول، حواست جمع باشه. مثال 8 رو وقت میدم شما حل کنید. بدو حل کردی؟ خب نیتروگلیسیرین مطابق فلان فلان فلان، خب چقدر گرم نیتروگلیسیرین؟ 4.54 227 هم که جرم مولیش، ضریبش هم که 4. دلتا اچ کو؟ منهای، حالا دیگه منها نمیخواد بذاریم، قدر مطلقش 2.4 ضرب در 10 به توان 4. کوشش بیا 4. خب اینم که کیو، ببینیم چجوری ساده کنیم. اینجا نگاه کن، اینو من میگم چی بگیر؟ اینو از بین ببر، میشه 454 ضرب در 10 به توان منفی 2. 454 با 227 میشه 2، 2 با 4 میره میشه 2، 2 با این میشه 1 و 2، ضرب بکنیم میشه 120، گزینه 1. حواست جمعه؟ سوتی نمیدی؟ باریکل. بعدی رو شما حل کنید. با 2 خب گفته اگر واکنش فلان فلان بیسار، موازنه کن، سه تا اینجا بود، هیدروژن هم دوتا گفته، اینجا دوتا، اینجا هم دوتا، موازنه انجام شد، نه اینجا 4 نسخه میکنم، اینجا هم 4. خب گفته پس از موازنه فلان، موازنه کردیم،
گفته دلتا اچ 150 کیلوجول ضمن تشکیل چند لیتر هیدروژن در شرایطی که هرج و مولی گاز ها، خب چند لیتر نمیدونم، هرج و مولی گاز ها رو گفته چند؟ 25 ضرب در چند لیتر گاز هیدروژن، هیدروژن ضریب 4 مساوی با کیو نمیدونم، دلتا اچ هم 150. خب آقا میگی هم حجمت اینجا مشخص نیست چی، هم کیو. خب بابا جون کیو رو داره میگه دیگه، کیو رو گفته دیگه چنده، گفته چی؟ دمای 300 گرم کیو مساوی ام سی دلتا تی، 300 گرم ضرب در 30 هم که 4 و 2 ضرب در دلتا تی چقدره؟ 40 درجه. از اینجا چند در میاد؟ دما میشه 50.4 کیلو ژول. کیلو ژول به جای این کیو بذار 50.4 کیلو ژول، که از اینجا به راحتی میتونی عددو به دست بیاری که میشه 33.6 کیو که به دست اومد، اینجا حجم میشه 33.6. خب من فقط دیگه الان فقط بنویسم اینجا، شما یه ذره متوجه بشین داستان چی به چیه. واکنشی که بهت داده، اگر در گازهای واکنش مادر واکنشی با باز 70% آمونیاک تولید شود، در واکنش 400 گرم نیتروژن با خلوص 80%، خب 400 گرم نیتروژن جرم مولی نیتروژن 28 ضرب در ضریب نیتروژن 1 بازه درسته در کسر مورد به واکنش دهنده ضرب میشه، ضرب در 70% درصد خلوص هم داده 80%، یکی دیگه هم 80% ضرب کنی مساویه دلتا اچ هم که داده 92 کیو به روی 92، از اینجا کیو چند میشه حساب کن، کیو چند میشه اینجا اگر حساب بکنی، نگاه کن دقیقه ببین، این صفر این با این صفر این با صده میره، اینجا میشه چند؟ میشه 4، این هم میشه 100، میشه 8 ضرب در 92. من یکانش رو حساب میکنم، 8 دو 8 16 تا 6 بعد داشته باشه یکانش، آه بیا 736. خب دیگه اینا رو یه ذره ازش رد شیم بریم سراغ آنتالپی پیوند. گرمای لازم برای شکستن یک مول پیوند، حواست باشه در حالت گازی شکل و تبدیل به اتم یا رادیکال گازی شکل. حله؟ یعنی اگر هاش اف رو شما داشته باشی، این هاش اف رو گرم رو بهش میدی میشکنه، میشه هاش اتم هیدروژن گازی شکل، فلور اتم فلور گازی شکل. خب گرم و گیرم هست، داری میبینی عوامل زیادی براش تأثیر داره. میگیم نوع پیوند، یعنی مثلا یگانه دوگانه سگانه، پیوند یگانه اگر باشه راحت تره، آنتالپی پیوندش کمتره، دوگانه باز کمتره، سگانه کمتره. این منظورم پیوند یگانه دوگانه سگانه است، فلش نکشیدم. اختلاف الکترونگاتیوی، یعنی هرچی ناهم جنس تر باشن اختلاف الکترونگاتیوی اون ور جدول با این ور جدول اختلافشون بیشتره. طول پیوند، ببین یه دقیقه بیا فکر کن یه چوبه. خب اینو اگر شما بخوای بشکونی طول پیوندت انقدره، شکستن این راحت تره یا اینکه بیای اینو کوچیکترش کنی، اینو بخوای بشکنی، اونی که بلندتره راحت‌تر شکسته میشه. هرچی طول پیوند بلندتر انرژیش هم کمتر، انرژی پیوند، یعنی مقدار انرژی کمتری لازم داره که بدی بهش تا شکسته بشه. خب با توجه جدول واکنش ها هم که داریم میبینیم کدام مطالب درستن، 30 ثانیه وقت میدم حلش کن.
خب گفته در فرایند سی، خب نسبت به فراورده ها نسبت به واکنشنده ها ناپایدارترند. در فرایند سی H2O نگاه کنید دقیقه، H2O انرژی بهش داده شده اینجاست، پس یعنی گرماگیره، یعنی اینجا واکنش دهنده ها بوده رفته تو فراورده ها. حله؟ اوکیه. خب اگه دقت کرده باشیم ما می‌بینیم که اینجا گرماگیر بوده، یعنی چی؟ یعنی واکنش دهنده ها سطح انرژی کمتر، پایداری بیشتر. گفته در فرآیند سی فراورده نسبت واکنش دهنده ناپایدارتر هستن. بله دلتا چش هم 463 463 اوخ 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 463 چیه؟ H2O اینه، دو تا 463 تا باید باشه، دو تا H2O داره، پس این غلط. دلتایش واکنش B، واکنش B یعنی این واکنش B 391. ببینیم چیه، دو تا N با هاش داره، دو تا 391 داره، منهای 3 تا 391. خب اگر دقت کرده باشی اینجا منفیه، پس باید چه اتفاقی بیفته؟ باید بگه منفی 391. اینم غلطه. خب طبق واکنش دی آنتالپی پیوند سی ها اس آی هاش، خب 320 320 اس آی هاش 320. ببینیم درسته یا غلطه. خب ببین این 1280 مال اس آی هاش 4، یعنی 4 تا پیوند اس آی با هاشه، یعنی 1280 رو تقسیم بر 4 کنی که میشه 320 مال هر کدوم از اس آی هاش هستش. بله 320. بله بله آنتالپی پیوند. اوه 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 سوتیه چیش؟ اینجا رو ببین گفته آنتالپی پیوند، باید بگه میانگین آنتالپی پیوند، چون اس آی هاش 4 تا داشت، هر کدومشون فرق داره بچه ها. یه نکته گوشتو بده من، وقتی سی هاش 4 رو تو میخوای بهش انرژی بدی بشکنه، به سی هاش 4 که این سیه، این هاش 4 تا بهش وصله، انرژی اولی که میدی یه دونه از هیدروژن کنده بشه، فرق داره با اون انرژی دومی که میدی دوتا هیدروژن کنده بشه. پس برای اونایی که داریم میگیم، اگر میگم سی هاش باید از لفظ میانگین آنتالپی استفاده کنم، اگر میگم آنتالپی او دو پیوند دوگانه درسته، اگر میگم آنتالپی هاش دو پیوند هیدروژن یگانه با هاش درسته، اما وقتی میگم سی هاش باید بگم میانگین آنتالپی. حله؟ اینم اس آی هاش میانگینش رو باید بگی. اس آی هاش 4 تا بازو داره، اینو بخوای بکنی با این دومی فرق داره مقدار انرژیش، میانگینش رو حساب میکنی توی جدولی که توی آنتالپی هست. حواست باشه تو کتاب درسی سوتی ندی، پس این غلط. گفته میانگین آنتالپی پیوند بین دو اتم داده شده در کدام گونه در مقایسه با گونه دیگر پیشنهاد شده بیشتر است. سی و سی در استیلن، استیلن همون اتینه، اتیلن همون اتنه، استیلن همون اتینه، یعنی سی سی دو هاش دو پیوند سگانه، او در او دو او دو، N و N در N دو سگان است، در سیکلو هگزان یگان است. از همه بیشتره؟ باشه باشه، این که هیچی ولش کن یگان است، این که هیچی دوگان است ولش کن، بین این دوتا میمونم. سوال ازت بپرسم به اینا دوتاشون چیه؟ دوتاشون چیه؟
پیوندشون سگانه هستن. کدوم یکی بچه ها شعاع اتمیشون الان بیشتره؟ شعاع اتمیش بیشتر باشه آنتابیش کمتر میشه. گرفتی چی میگم؟ شعاع اتمیش کربن شعاع بیشتر داره کمتر؟ کربن شعاعش نسبت به نیتروژن کمتره، چون ما از چپ به راست، این کربنه این نیتروژنه، ما از چپ به راست میگیم شعاع کاهش پیدا میکنه چون لایه ها ثابته و فقط داره عدد اتمی زیاد میشه. پس یعنی نیتروژن کربن بیشتره، شعاع کربن بیشتره، آنتالپیش کمتره، شعاع نیتروژن کمتره، درنتیجه آنتالپیش بیشتره. کدوم بیشتره؟ نیتروژن. بریم سراغ سوال بعدی. اگر برای شکستن تمام پیوندهای موجود در 32 صدمه گرم گاز متان و تبدیل آن به اتم‌های سازندهش انقدر کیلوژول گرما لازم باشد، میانگین آنتالپی پیوند سیباهاش در مولکول متان چند کیلوژول بر مول است؟ انجام بدید. خب اولا که گاز متان این شکلی میشه، میشه سی به علاوه 4 تا هاش. 32 صدم گرم گاز متان، متان جرمولی متان چنده؟ گرم به روی جرمولی ضرب در ضریب 12 با 4 16 کیو به روی قدر متر دلتا اچ. چقدر گرما لازمه؟ 33 ممیز 2. دلتا اچ ببینیم چقدره، میشه 2 ضرب بکنیم میشه چند؟ میشه 1660. دانش آموز میاد میگه گزینه 2، بی خود میگی گزینه 2، چرت و پرت داری میگی گزینه 2. یعنی چی؟ حواست پس کجاست؟ 1660 برای 4 تا از ایناست، سی هاشو خواسته، یعنی 1660 تقسیم بر 4 که میشه چند؟ 415. گزینه 1 گفته گرمای مبادله شده در چه تعداد از واکنش های زیر به انگار آنتالپی پیوند است؟ انجام بدید شما. خب ببینید، ما گفتیم آنتالپی پیوند چیه؟ مقدار گرمایی که به یک مول از یه مولکول گازی بدیم که تبدیل بشه به اتم‌های گازی شکلش یا رادیکال گازی شکلش. این که مثلا جامد هیچی ولش کن. گفتم تبدیل بشه اتم‌هاش، این که مولکول O2H2 که مولکوله، اینم هیچ. NH3 تبدیل بشه یک مول از NH3 به اتم‌های گازی شکلش تبدیل بشه، این نه که سه تا هاش، اینم که غلطه. این هاشتو چیه؟ به اتم های گازی شکل. چند تاش درسته؟ صفر تاش درسته. بچه آنتالپی سوختن چیه؟ گرمای آزاد شده بر اثر سوختن یک مول ماده سوختنی در شرایط استاندارد دمای 25 درجه. حواست به اینجا جمع باشه لطفاً، هاشتوش باید حالت مایع باشه. نکاتی که اینجا هست رو دقت کن لطفا. هرچی کربن و هیدروژن زیادتر میشه، یعنی جرم مولیش میره بالاتر، از سوختن یک مول آن گرمای بیشتری آزاد میشه. داری میبینی؟ داری میبینی؟ ارزش سوختی حالا چیه؟ میگیم مقدار گرمای آزاد شده بر حسب کیلوژول
در اثر سوختن 1 گرم از ماده با 1 کیلوژول بر گرم عنوان میشه. شما اگر که مثلا این شکلات رو وقتی دارید میخورید میگه چقدر انرژی آزاد میشه، همواره مثبته ها، حواست جمع باشه. خب ارزش‌های سوختی رو گفتیم، توی کتابتون هم هست. چربی‌ها از پروتئین‌ها بیشتره، پروتئین‌ها کربوهیدرات هم برابرن. ارزش سوختی همواره مثبته، میشه آنتالپی سوختن به جرم مولی، نکات حفظی و مفهومیه. مقایسه گرمای سوختن ترکیبای همکربن، آلکان از آلکن، آلکن از الکل، بعدش از آلکین بیشتره. با افزایش تعداد اتم‌های کربن ارزش سوختی به جای اینکه زیاد بشه کم میشه. با افزایش تعداد اتم هیدروژن، اگر اتم کربن یکسان باشه ارزش سوختی افزایش پیدا میکنه. داریم میبینیم روندشو. اگر کربن یکسان باشه، هیدروژن بیشتر بشه، ارزش سوختی بیشتر میشه. با افزایش تعداد اتم‌های اکسیژن ارزش سوختی کمتر میشه. بله مثالش هم داریم که مثلا اگر که شما اتانول رو بخواید بسوزونی نسبت به اتان گرمای چیه؟ کمتری تولید میشه. از اون برم ارزش سوختیش کاهش پیدا میکنه، چون اکسیژن اومده دیگه. در الکل ها با افزایش تعداد اتم های کربن ارزش سوختی افزایش پیدا میکنه. در الکل ها کربن زیاد شه، ارزش سوختی افزایش پیدا میکنه. مثال 16 رو حل کنید لطفا. رو هوا بعد هاشتوهای گازی شکل رو خط بزنی. اصلا هاشتو بهتون گفتم لیکویده توی اینا. این که غلط، این که غلط. این میتونه درست باشه. این هم که برای 2 موله. چرا 2 مول؟ گفته بودیم 1 مول. به همین راحتی. نکات رو بغل هم بذار، استفاده کن و یاد بگیر. مثال 17 رو حل کن. سریع. خب از سوختن 1 گرم از ترکیب های متان و اتان به ترتیب 56 و 52 کیلوژول گرما آزاد می شود در دما فشار ثابت. آنتالپی سوختن اتان چند کیلوژول بر مول بیشتر از آنتالپی سوختن متانه؟ به من گوش بده. 1 گرم از متان، 1 گرم متان، متانو قرمز می کشم، اتانو آبی می کشم. 1 گرم متان گفته 56 کیلوژول گرما آزاد میشه. برای 1 مولش چقدر میشه؟ 1 مولش یعنی چند؟ 34 مگه نیست؟ یعنی چند گرم؟ 1 مولش یعنی 16 گرم. چقدر؟ از اینجا x رو در میاریم، x میشه چند؟ 896. حالا برم سراغ اتان. اتان چیه؟ C2H6. 1 گرمش 52. حالا اتان هر 1 مولش چند گرمه؟ چند گرم میشه؟ 2 تا 12 تا میشه 24 تا، با 6 میشه 30 تا. 30 گرمش میشه چند؟ میشه X. از اینجا X در میاد، 3 تا 52 تا 1560. اختلافشون چقدر میشه؟ 1560 با 896 اختلافشون میشه 664. خب بریم سراغ مثال 21 رو انجام بدید بچه ها. مثال 21 ارزش سوختی انجام بدید.
خب اگر ارزش سوختی ماده 2.5 کیلوژول بر گرم باشه، چند درصد جمعی آن را لیپید تشکیل داده است؟ این ماده 6 درصدش کربوهیدرات، 2 درصدش هم پروتئینه. خب اگه بخوای حساب بکنی، ما گفته بودیم که چقدر 6 درصد 17 میشه کربوهیدرات، 6 درصد 17 میشه و 2 درصدش هم پروتئین لیپیدش رو گفته. x صدم ضرب در 38، از اینجا x رو به دست میاریم، x میشه 3 گرم. گزینه 3. مثال 22 رو حل کنید. مثال قشنگیه، مثال قشنگی، اینو حل کنید لطفا. ببینید آنتالپی سوختن متان و اتان به ترتیب برابر منفی 900. متان یعنی CH4 منفی 900، C2H6 منفی 1550. خب یه دقیقه ببین اینجا رو، فاصله اینا چقدر میشه؟ میشه منفی 650. چقدر فاصله دارن با هم دیگه؟ سی و هاش، این دو تا هیدروژن اینجا یه دونه، یعنی خود سی هاش دوه انقدره، منفی 650. گفته بر اساس سوختن بوتان، بوتان سی چهار هاش چنده؟ بوتان هاش دهه. حالا نگاه کنید لسه، چند تا از این لازم، چند تا سی هاش دو به این اضافه بشه، بشه سی چهار هاش ده. یه بار دیگه، چند تا سی هاش دو به سی دو هاش شیش اضافه بشه، بشه سی چهار هاش ده؟ دو تا دیگه، یعنی دو تا منفی 650 تا به علاوه خودش هم منفی 1550 بوده اگر اضافه بشه. از اینجا میشه چند؟ میشه منفی 2850، منفی 2850. این میشه چی؟ مال بوتان. گفته 29 گرم، چند کیلوژول گرما؟ 29 گرم بوتان، 29 گرم بوتان. بوتان جرمولیش حساب بکنی 4 تا 12 تا میشه 48 تا، به علاوه 10 تا میشه 58 تا، اینم 58 تا مساوی با کیو که نمیدونم چقدر دلتایشش، ولی میدونم 2850 است. اگر اینو با این ساده بکنیم که بشه، خب نمیشه ساده بکنیم، بعد اینجا حساب کنیم 29 با 58. چرا دیگه قابل ساده شدن هست دیگه، این با این میشه 2 تقسیم بر 2850 میشه چند؟ میشه 1425، یعنی گزینه 3. ببینید بچه ها، یه سری از محاسبه دلتا چون من بهتون بگم، ما گاهی اوقات گرما رو بر اساس آزمایش ها میتونیم بسنجیم، یعنی مثلا میتونیم این گرما یک واکنش مثلا اینقدره. یه روش مستقیمه، روش گرماسنج لیوانیه یا بمبی هم میتونیم استفاده بکنیم. گرماسنج لیوانی روش مستقیمه، گرمای واکنش در فشار ثابته، بمبی در حجم ثابته، حواست جمع شه. اما گاهی اوقات با استفاده از روش های غیر مستقیم، یعنی قانون هس یا آنتالپی پیوند هم میتونیم استفاده کنیم. حالا ما اینجا بریم ببینیم دلتا چه پیوند میشه چی؟ میشه مجموع آنتالپی پیوند های واکنش دنده ها منهای مجموع آنتالپی پیوند فراورده ها. توی این مثالا با هم دیگه الان میرسیم به قانون هس. بچه ها قانون هس یه چیزی رو به من میگه، خوب گوش بده. میگه اگر، قبل از اینکه اینو حل کنم، میگه اگر آمیده به دلتا اچش K
هه، اگر تو معکوسش کنی ب بده آ، دلتا اچش میشه منفی کا. میگه اگر آ بده ب دلتا اچش کاه، اگر ضرب در یه عددی بکنی اینو مثلا مثل n ضرب در n بکنی میشه n تا a که میشه n تا b، دلتا اچت میشه n تا k. شما باید هدف تو بسازی، لب کلام هدف تو بساز. همین. خب بریم هدفمونو بسازیم. تجربی خارج 96 گفته با توجه به واکنش زیر دلتا اچ واکنش فلان رو به دست بیار. من اینا رو پاک کنم، شما میتونید فیلم رو بزنید قبل ببینید. خب حواست جمع باشه. واکنش سی دو هاشار بله و اف دو که میشه سی اف چار بله هاش اف پس از موازنه چند کیلو جوله؟ یعنی این هدفته، از اینا باید برسی به این واکنشه. حله؟ اما حواست به این نکته جمع باشه که وقتی داری حل میکنی حواست جمع باشه که باید موازنه شده باشه. یعنی اول موازنه کن، دوتا یکی چارتا هیدروژن، چارتا هیدروژن، فل اورت هشتا و چارتا دوازدتا، شیشتا هم دوازدتا. اینو باید بسازی. از کدوم شروع کنم؟ از اونی که تنها در یک جا به کار رفته. سی دو هاشار آفرین، گونه خوبیه. من سمت چپ میخوام، این سمت راسته، پس این فقط معکوس. خب اف دو میخوام، اف دو اینجا هست، اینجا هم هست، خطریه نرو سراغش. هاش اف میخوام، هاش اف آفرین فقط اینجاست، ولی من اونور میخوام، یعنی باید معکوس بشه. من ضریب چهار میخوام، این ضریب دوه و ضرب در دو هم بشه. این چی؟ سی اف دو، سی اف دو، سی اف دو، این قطعا سی اف چهاره فکر میکنم که توی بله این سی اف چهاره، بچه اصلاح کنید، این سی اف چهاره. خب سی اف چهار من میخوام، سمت راست میخوام، ضریب دو معکوس و ضرب در دو. دلتا اچ شما معکوس میشه مثبت 50، معکوس بشه منفی 537 ضرب در 2، منفی 537 ضرب در 2، معکوس بشه ضرب در 2 بشه منفی 680 ضرب در 2، عددی که به دست میاد منفی 2382. یکی دیگه حل کنم. با توجه به واکنش های داده شده دلتا اچ واکنش فلان را بر چقدره؟ خب دقت کنید لحظه، من میام همه اینا رو ضرب در دو میکنم که خیالم راحت بشه سه دوم دوم نداشته باشم، خیالم راحت بشه دو دیگه میره دو. حله؟ خب دوتا کلسیوم میخوام داشته باشم، کلسیوم دوتا، کلسیوم دوتا، پس اینو فقط معکوسش میکنم چون اینجا کلسیوم به کار رفته. فقط سیاسه و سه میخوام، ضریب دو میخوام اون بر باشه، این معکوس بشه و ضرب در دو بشه. سه و دو که اصلا ندارم، سی که اصلا داشته میخوام داشته باشم، بله سی سمت چپ میخوام باشه، این سمت چپه، ضریب یک ضریبش هم که یکه، البته اینو ما ضرب کردیم، اینو دو ضرب نکردیم، مسخره میکنم بچه. خب یه ضریب دو میخواد باشه جاش که درسته، فقط ضرب در دو معکوس بشه منفی 1270 اسکای میکنم، معکوس بشه منفی 180 تقسیم بر دو، نه ضرب در دو، اینم فقط ضرب در دو بشه منفی 393 ضرب در دو، که اینا اگر حساب بکنید میشه چی؟ منفی 1208. بریم سراغ حالا این هم حل کنیم بعد بریم. ببین گفته با توجه معادله شیمیای زیر دلتا اچ واکنش تبدیل آلوتروپ گرافیت به الماس، این گرافیت بده سی الماس. خب چند کیلو جوله؟ یه دقیقه نگاه کن، گرافیت میخوام باشه، خب این گرافیت، این که از این شروع بکنم اوکیه بدون تغییر بته،
الماس میخوام بره اونور، این الماسه معکوس. خب من CO2 اصلا ندارم، CO2 باید حذف بشه، یا یه مدل دیگه اکسیژن هم اصلا ندارم، اکسیژن باید حذف بشه. الان این معکوس شده، یعنی اکسیژن رفته اونور، اکسیژن اینور، پس اینم بدون تغییر، چون اکسیژن اگر بره اونور با اکسیژنی که اینجا بمونه خط میخوره، اکسیژن از بین میره بدون تغییر. معکوس مثبت 395 بدون تغییر خودش، بدون تغییر خودش، عددی که به شما میده هستش مثبت 2 گزینه 3. خب گاهی اوقات بچه ها ترکیب ممکنه سوال بده بهتون، اینا رو شما حل میکنید. البته گفته که با توجه واکنش های زیر، حالا اینو داده N2H4 به علاوه O2، اول از همین دلتایچش رو از تو دل این میکشی بیرون با استفاده از قانون هس، دلتایچ رو که کشیدی بیرون، گرم به روی جرمولی زد در ضریب مساوی با کیو به روی دلتایچ میری. حله، بذار اینو حلش کنم. N2H4 از این شروع میکنم، N2H4 سمت چپ میخوام، سمت چپ ضریب یک میخوام، ضریب یک بدون تغییر. NH3 من اصلا نمیخوام داشته باشمش، NH3 رو مثلا NH3 اینجاست، اینجاست، اینو من باید ببرمش این ور که خط بخوره، چون NH3 نمیخوام. معکوس O2 میخوام سمت چپ با ضریب یک، این سمت چپ هست اما ضریب یک نیست، این تقسیم بره 3 یا ضرب داره 1/3. معکوس شده، شده 92 تقسیم بر 3 شده منفی 242 تقسیم بر 3 بدون تغییر منفی 187. جمع اینا میشه مثلا اکبر، دلتایش شده اکبر. حالا 9.6 دهم گرم هیدرازین، جرمولی هیدرازین میشه 2 تا نیتروژن که میشه 28 تا، با 4 تا میشه 32 تا، ضرب در ضریبش که 1. کیوش که نمیدونم، گرمای آزاد شده به روی دلتایشش که همون اکبره، از اینجا کیو رو به دست میارید. بریم سراغ مثال 28. دلتایش سوختن اتن مطابق واکنش زیر و با استفاده از جدول آنتالپی پیوند کدام است؟ خب الان باید با استفاده از آنتالپی پیوند برم. C2H4 اینه. به علاوه 3 تا O2 اینه. میدهد 3O2 دوتا. دوتا 3O2. اینم که شکل 3O2ه. به علاوه 2 تا H2O. دوتا H2O به این صورت. حالا عددهایی که به من داده رو خیلی راحت مشخص میکنم. من یه دونه سی دوگانه با سی دارم، یه دونه سی دوگانه با سی، قطعا این سی دوگانه با سیه. یعنی چی؟ یعنی واکنش دنده همه نفر برده سی با سی 614، به علاوه 4 تا C باهاش دارم، 4 C باهاش دنده 415ه میبینم اینجا، به علاوه البته اینا مونده بود، چهارصد پونزه، به علاوه او دوگانه او، این او دوگانه دوه، 3 تا 495 تا. کل اینا منهای فراورده، کربن و اکسیژن دوگانش، کربن و اکسیژن دوگانه است، اینجا 800، من دو تا دارم اما دو هم توش ضرب شده، یعنی 4 تا 800 تا. به علاوه اینجا او باهاش 463، من دو تا اینجا دارم که یه دو هم توش ضرب شده، یعنی دوباره 4 تا 463 تا. کلشو از هم دیگه کم میکنیم که دیگه فقط ریاضیه دیگه. خواستم این مدلی هم
حل کرده باشیم. این هم حل کنیم. ما مثال سی شما حل کنید. مثال سی هم حل کنیم به عنوان آخرین مثال. اندو این شکلیه، علاوه 3 تا هاش 2 این شکلیه، میده 2 تا ان هاش 3 این شکلیه. چی میشه حالا؟ اندو رو گفته چنده بچه ها؟ اندو رو گفته 945. 945 به علاوه 3 تا هاش 2، هاش 2 رو گفته چنده؟ 435. 3 تا 435 کل اینا منهای، حواست باشه 3 تا ان هاش داره که 2 هم توی ضرب شده، یعنی 6 تا ان با هاش که ان با هاش هم گفته 391. به راحتی میتونید عددو به دست بیارید. امیدوارم که از این مبحث کاملا فهماش و به قول معروف گفتنی این مباحثی رو که ما گفتیم، مباحث تفهیمیشو کامل 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 از پسش بر بیای، به هیچ عنوان توی این فصل مشکل نداشته باشی، جز فصلی که معمولا بچه ها توش یه کوچولو میلنگن، اما اگر خوب کار بکنید به راحتی از پسش برمیاد. امیدوارم که استفاده کرده باشید. ممنون از شما.